سرپرست وزارت خارجه هنگام سخنرانی در میان کارمندان این وزارت گفته است که در ماه‌های گذشته نمایندگان سازمان‌ها و کشورهای گوناگون به افغانستان سفر کرده و با مقام‌های حکومت سرپرست روی موضوعات گوناگون صحبت کرده‌اند. امیرخان متقی می‌گوید تعامل حکومت سرپرست با سازمان‌ها و کشورها پیشرفت خوبی داشته است. کابل ډېر زیات او بهرنیو میلمنو کوربه و. د مختلفو هیوادو، د بیلابیلو هیوادو او لویو سازمانو حیاتونه راغلو. په مختلفو برخو کې مجالس درلودل. دا ټول د دې څرګندونه کوي چې افغانستان اوس له نړۍ سره د تعامل په برخه کې ډېر وړاندې تللی. ما فکر میکنم که دنیا از امارات اسلامی بسیار خواسته مشخص داره، خصوصا یکی از خواسته اساسیشان است که باید حقوق دختران و زنان افغانستان باید مورد احترام قرار بگیره. آقای متقی همچنان در بخش دیگر سخنانش درباره مخالفان امارات اسلامی در داخل و بیرون از کشور چنین دیدگاهی دارد. نه په داخل کی او نه له هیواد نه بهر دا سکم تشویش دیدل کیږي چې هغه د دښمنانو ته امید ورکړي. نظام ستنې ورځ په ورځ ټینګیږي. تر ټولو لویه خبره، د خوشحالۍ خبره، هغه د افغانانو د وحدت خبره ده. اسوی هم برخی از آگاهان به این باورند که پیشرفت در روابط میان افغانستان و کشورهای دیگر سبب خواهد شد تا افغانستان بتواند به چالش‌های گوناگون که سالها درگیر آن بوده برای آن راه حل پیدا کند. در قدم اول با کشورهای همسایه تعامل برقرار بکنه، در قدم دوم کشورهای جهان اسلام چون نزدیکی و همخوانی فرهنگی و زبان مشترک وجود داره، و در قدم سوم کشورهای جهان است. این در حالی است که تاکنون هیچ کشور امارات اسلامی را به رسمیت نشناخته است، اما برخی از کشورها تعاملات با امارات اسلامی داشتند.